أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين. طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه. بس در توضیح نصایح و مباعث نورانی امام صادق علیه السلام است که در این قسمت از مباعثشون حضرت فرمایشاتی رو از حضرت عیسی علیه السلام به اصحابشون نقل میکنند. این مباعث عمدتاً در همه زمانها و مکانها برای انسان مفید و لازمه. مربوط به یک دین و دین دیگر نیست و بعضی از این مواعظ و نوعا این چنینه، از جنبه های فطری برخورداره که اگر انسان فطرت صحیحی داشته باشه و بخواهد در مسیر فطرت الهی که براش خدا قرار داده حرکت بکنه، که فطرت خواستگاهش درک واقعیات از هستی ها و چگونه باید هاست و چگونه نباید هاست. قطعا این مطالب رو هم درک میکنه و هم جهت تلبسش و تحققش قرار میگیره اگر بخواهد این فطرت به سلامت باشد و به سلامت حرکت بکنه. یکی از اون مسائل این است که خب انسان در روابط گوناگون زندگی به طور قهری به عیوب دیگران برخورد میکنه و به عیوب خودش. منتها اگر کسی هدفمند باشه در زندگی و بخواهد راه صحیح و صفات مطلوب رو داشته باشه، عقل حکم میکنه که همواره به عیوب دیگران انسان توجه نکنه. بله، توجه به عیوب دیگران برای اصلاح آن، اون هم با راهکارهای مناسب، این تحقق پیدا میکنه و در یه حدی لازمه، چون در روابط انسان ها مسئله اصلاح و صلاح هم مطرحه و مسئله نوع دوستی هم یکی از مسائل فطریه و این مسئله نوع دوستی و کمال خواهی از امور فطری است. منتها
گاهی این امور فطری ناجور در وجود انسان میخواد رشد کنه و ملاک هم داره و ملاک انحرافش این است که با خودخواهی مفرط همراه بشه، که انسان همواره خودش رو بخواد، کمالات خودش رو بخواد، به عیوب خودش توجه نکنه، به عیوب دیگران، نواقص دیگران هی بخواد آشکار بشه. لذا اینها مطالبی است با این بیانی که از شد جنبه های فطری داره برای همه انسان ها و بیانات دین و اولیای دین اینها عمدتاً تذکره به اون مدرکاتی که انسان با فطرتش درک میکنه. فذکر میفرماید ان نفعت الذکر، فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. این تعبیراتو داره، انما انت مذکر ای پیامبر، تو فقط مذکری، راه رو نشون میدی و آثار رو بیان میکنی، که البته خب فطرت بشر کلیات امور خوب و بد رو درک میکنه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اما جزئیات رو عاجز است بشر خودش درک بکنه جز به وحی الهی به انبیاء موسی، که جزئیات امور خوب یا بد نوعاً ربط پیدا میکنه به مصادیق، که موارد مورد به حال توجه قرار بگیره. ظلم بده، عدالت احسان خوبه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اما عدالت معناش چیه؟ در چه عرصه هایی عدالت انسان بهش نیاز داره و مبتلا میشه؟ این ها مواردی است که ما باید از عدل تشریعی بگیریم. کسی که خودش در حال مظهر عدل است، این موارد عدل را درک میکنه و پیاده میکند، اونها رو به ما راهنمایی بکنه. بله، لذا این بیانی که عرض شد از فرمایشات حضرت عیسی علیه السلام است که توبا لمن جعل بصره فی قلبه، خوشا به حال اون کسی که چشمشو در قلبش قرار بده، یعنی سعی کنه انسان به خودش نگاه بکنه. ولم یجعل بصره فی عینه، چشمشو در این قرار نده که بیرون رو نگاه کنه. بعد از اون که لا تنظرو فی عیوب الناس کل ارباب وانظروا فی عیوبکم که هیئت العبید، که حالا در جلسه گذشته اشاره به این فراز کردیم. در عیب مردم مانند ارباب که هی دنبال نقص گرفتن از اون کسیست که برده اوست، کسیست که در خدمت اوست، این به صورت طبیعی این رابطه ارباب و رعیتی به صورت طبیعی جدای از مسائل حال دینی و اخلاقی اینه که اون میخواد همواره در خدمت مولا باشه، خودش باشه و هیچ برحال نقصی هم ازش سر نزنه، همش میخواد حاکمیت خودش رو نشون بده، مترسده که یک عیبی از او صادر بشه، یقش رو بگیره، مؤاخذش بکنه.
بله، به هر حال قطعاً رابطه ما با خدای متعال این گونه نیست. رابطه به هر حال رب و عبد هست، اما او رب رؤوف رحیم است. در این حالی که از خود ما نسبت به خود ما آگاه تر است، چون احاطه علمی داره به همه خصوصیات وجود ما، اما ما رو با اون احاطه علمیش مؤاخذه نمی کنه. الحمدلله علی حلمه بعد علمه. بله، علم الهی این چنینه. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، الا انه قد احاط بكل شيء علما. ما یه چیزی درباره علم احاطه خدا میگیم، اما خیلی درک نمی‌کنیم حقیقتش رو. بله، اولیاء الهی درک می‌کنند و تعبیراتشون هم تعبیرات در حال عمیقه. یه چیزهایی به ما می‌فرمایند که ما هم یه چیزی درک بکنیم. لذا علی علیه السلام در خطبه 114 نهج البلاغه میگوید که من نستغفره به ما احاط بهی علمه. خیلی تعبیر عجیبی حضرت دارن تو اینجا. ما از خدا طلب مغفرت میکنیم به جهت اون احاطه علمی که به ما داره. تو خیلی از کارها و حالاتی که از ما سر میزنه یا داریم مخفیه، اما او براش خفایی معنا نداره. لذا کلیت ارتباط عبودی با او این است که ما در همه مراحل مطیع او باشیم. اون تا خب اون حال ما رو میدونه دیگه که ما چه هستیم. که تو دعاها باز این نکات آمده، هبنی لابتداء کرمک اصالف برک بی. اینا تعبیراتی است که اون حالت ما رو با خدا نشون میده که ما باید هی حالت بیچارگی رو داشته باشیم با این بر حال لسان ها. بله، به هر حال حضرت اینطوری میفهمند که در ارتباطاتمون ما سعی کنیم به عیوب خودمون نگاه کنیم، منتها با این خصوصیت که چطور عبد به عیوب خودش نگاه میکنه که همواره با این توجه خودش رو مستحق مذمت میبینه. منتها این نکات تربیتی هم باید بهش توجه کنیم. این توجه به خود با این خصوصیت نباید انسان رو به یأس بکشونه. نباید این مذمت‌های ما نسبت به خودمون به جایی برسه که دیگه خودمون رو به نوعی از حیز انتفاع خارج بدانیم که دیگه اصلاً قابل تغییر نیستیم. نه، این نکات رو باید توجه باشیم. این فرمایشات اینه که ما در ارتباطاتمون مختلف با دوستمون، با همسرمون، با فرزندمون، با همینطور همواره به اون جنبه های منفی نگاه نکنیم، بلکه به عکس، به جنبه های مثبت، اون جنبه های مثبت مورد توجه قرار بگیره که ای بخواد رشد کنه، به جنبه منفی هم که توجه میشه برای اصلاح باشه، نه برای پیگیری و رسوا کردن. لذا فرمودن، هشدار دادند، اگر انسان به عیوب مردم توجه کنه به عنوان
پیگیری و رسوا کردن، خدا حتما رسواش میکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود لا تتبعوا عورات المؤمنین فانه من تتبع عورات المؤمنین تتبع الله عورته. دنبال نکنید گرفتاری ها و عیوب مردم رو، که خب قهرن وقتی انسان این حالت رو داشته باشه، یک عیب مخفی هم داشته باشه، میخواد برملا بکنه، مبتلا به غیبت میشه. یا اگه این حالت رو داشته باشه، به نوعی گاهی بعضی چیزها رو عیب میانگاره، همش دنبال نقص دیگه، ذهنش اینگونه بار میاد، مبتلا به تهمت میشه. ما این حالت هم داریم دیگه، گرفه عوضی حالمون میشه. از اون مبادی کارها رو باید ما اصلاح بکنیم، همونان در جهت صلاح و اصلاح باشیم، بعد در مرحله بعد انسان یه عیوبی هم، صلاح رو هم بدونیم چیه واقعا، اصلاح رو هم بدونیم چگونه است، اون وقت قهرن به عیبم که انسان برخورد میکنه با این دید و دید در حال ترحمی به شخص معیوب مثل مریض نگاه میکنه. لذا حضرت عیسی علیه السلام در ادامه میفرماید که انما الناس رجلان، مردم دو دسته هستن، مبتلا و معافا. از یا مبتلا هستن به گرفتاری های اخلاقی عملی، از یا نه. فرحم المبتلا، ترحم بکنید نسبت به شخص مبتلا، کاری نکنید نابود بشه، کاری بکنیم که روپا بیاد، کسی مثلا کاری نداره، خب حالا که ضعیفه بزنش که ضعیفتر رها بشه. از این منطقه این چنین هم دیگه، از مکتب ها یک چنین، یا ماگه بیکاری، یا امکانات تو خرج این ضعفا بکنی، برو دنبال اغبیا، برو دنبال اغنیا. اینا اون دیدگاه ما دیگرایانه است نسبت به انسان و اینها. لذا اونایی هم که یه مقداری از کار میوفتن، اینا رو جز اموات رو یا میگن بذار کرونا بگیره توشون رو بمیرن و برن. اون دید ترحمی که این انسانه، این باید به حال و اندازه خودش حیات داشته باشه، اینا رو ندارن. لذا فرمود که با شخص مبتلا، حالا به هر جور، عمدتاً حالا فعلا عیوبه، با دید رحمت برخورد کنید. رحمت الله علی العافیه، و خدا رو هم حمد کنید بر عافیت. یعنی اگر به عافیت هم برخورد کردید، حال عافیت خودتون یا عافیت دیگری، باز توجه شده باشیم این عافیت هم ما خودمون به تنهایی بهش نرسیدیم، خداست که این لطف کرده. در روابط اجتماعی هم این چنینه، در روابط اقتصادی هم این چنین، انسان به عافیتی میرسه، بعد طرف مقابل به نوعی به او خدمت بکنه، نگم من فقط فکرم بود، زور بازم بود، دیگران هیچ در این مسئله دخالتی ندارن. لذا این حمد به حال هم نسبت به دیدن عافیت برای خود و هم پیدا کردن دیگران عافیت را شامل میشه. ببینید اینها، این اولیاء الهی چقدر دیده وسیعی دارند.
لذا فرمودن که اگر انسان یک وقت یک چنین حالتی داشت، میخواد که به حال همش دنبال عیوب دیگران باشه، این دیگه در مسیر عقل نیست، این خدعه شده. امام صادق علیه السلام در فرمایش میفرماید وقتی که دیدید شخصی دنبال پیدا کردن گناهان دیگرانه و گناهان خودش رو فراموش میکنه، بدانید که او مبتلای به مکر الهی شده. به هر حال این مسائل برای ما باید به هر حال به نوعی مورد توجه و ملکه بشه. با توجه به این دیده ترحمی به هم دیگران و به نوعی به خود، این تعبیرات رو بیان فرمودن. علی علیه السلام فرمود لا تبتهجن به خطا غیرک، اگه انسان به عیب کسی رسید خوشحال نشه، لهجت پیدا نکنیم، سرور پیدا نکنیم به خطای دیگری. فنک لم تندکل اصابت ابدا، ما مالک اصابت و صحیح بودن نیستیم، چه بسا خود انسان مبتلا بشه. بله، لذا سرزنش کردن دیگران به امر نامطلوب، این یکی از حالا یا گناه یا از صفات رذیله است. یعنی فقط انسان کارش سرزنش باشه. حال در روابط کاری و اینها گاهی لازمه انسان طرف مقابل که با هم کار میکنن بهش هشدار بده، اینها رو نباید با هم دیگه خلط بکنی، اما اینطور بشه دیگه هی تو سرش بزنه، این نباید باشه، چون انسان نمیدونه که خودش چگونه خواهد بود. این مسائل رو اولیای دین علیهم السلام به ما فرمودن که از امور واقعیه. که اگر کسی دنبال عیب دیگران باشد، این به طور قهری دیگران هم دنبال عیب ما خواهند بود. من آب عیبه، کسی که دنبال عیب باشه عیبناک میشه. بنابراین از این موعظه ما این رو استفاده میکنیم که ما باید در مسیر همواره انسان مؤمن، مخصوصا در مسیر صلاح و اصلاح باشه، و در مسیر صلاح و اصلاح بودن این لوازمو داره. در کارهای روزمره به جنبه های نقص خودمون توجه کنیم، و قهرن اگر به جنبه های نقص دیگران هم توجه میکنیم که این قهریه، باید با یک ضوابطی انسان پیگیری بکنه. اگر رابطه کاری داره، برای اینکه او اصلاح بشه در کار متقنی بشه، یه مرکز علمیه، یه مرکز فنیه، یه مرکز تجاریه و همینطور، به هر کدوم از اینهای صلاح مناسب با خودش رو داره.
و انسان هم نباید توقع داشته باشه که حال عیبش رو میگن ناراحت بشه. هر دو طرف این چنینه. من هم که میام توی مجموعی باید عنوان این که به هر حال میخوام راه کمالی رو برم میام، بگم نه دیگه من کاملم و هیچ کس جرأت نداره به من چیزی بگه و اینم غلطه. لذا در مقام شنیدن عیب با اون شرایطش در بعضی بیانات آمده که بهترین برادران من امام صادق علیه السلام ظاهرا فرمود من اهدا الی عیوبی، اون کسی است که بله محبوب ترین برادران، احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، هدیه بده. خب نکنید هدیه در کجاست؟ اونجایی است که یه چیز خوبی انسان میده دیگه، هم خودش خوب میدونه هم طرف مقابل خوب میدونه. لذا باید این دیدگاه رو ما در روابط اجتماعی مخصوصا اسلامی داشته باشیم. به هر حال البته خب گاهی لازم هست بعضی کارهایی که در یک سمتهایی انجام میشه و پوشش میکنند عیوب خودشون رو و واقعا عیوب دروغ تهمت، خب اینا گفته بشه، اینا استثناءاته. اگر در جایی به طور خاص این تذکر مثمر بود که بعد، اما در جایی که فعالیت عمومیه اینا در حال صلاح و فساد سرایت میکنه. اگر یک رئیسی دروغگو باشه اون دیگه زیر دست هم دیگه عادت میکنه دیگه. اگر یک رئیسی هی کارهای نکرده رو به خودش نسبت بده و زیر دست هم همین رو یاد میگیره. به هر حال این مطالب، این بیانات فرمودند که بعد انسان افراد تفرید نکن. یه افراد بگیم اصلا به کسی کاری نهارم، به خوب و بد کسی کاری نهارم، اون بی تفاوت داره حرکت میکنی، نشانه آدم خوبی نیست. علی علیه السلام میفرماید کسی که با شما مداهنه کنه در عیبت، هی لپوشی بذاره عیبو نگم شاید ناراحت بشه فلان، آبک فی غیبک، در غیبتت عیبتو میگه همچین کلت میکنه که روم نمیشه بهش بگم، اما در غیبت همچین نه، باید موازین رو ما خوب بدانیم چیه. اونطور در برخوردها مختلفه ها، یه وقت انسان با بزرگترشه با یه لسان مناسب، مخصوصا پدر مادر، اونجا خیلی باید انسان شؤون رو حفظ کنه، اما اینطور نباشه که مداهنه بکنه، روغن مالی ماسمالی بکنه. به هر حال باید امر معروف نهی از منکر، ارشاد، همه اینها سر جای خودش باشه، حالا رئیس باشه، من مداهنه بکنم نگم، نه با دلسوزی این حرفی زدی اینجاش اشکال داشت. خب کسی که در مسیر صلاحه میپذیره، چند پیش مقام معظم رهبری حفظه الله آماری رو دادن بعد اصلاحش کردن، در صحبت بعدی بود ظاهرا. خب انسان
من خطاکار دیگه. بله معصوم که نیستیم ما. و این نکات رو باید بهش توجه داشته باشیم. هر چی اینجا ما اصلاح بشیم برای خودمون خوبه، بعدها یقمونو میگیرن که دیگه جای صلاح اصلاح نیست. ای میگن حالا رد و لعاد و لمانه برگردن نری، فرصت تمام شد. لذا انسان باید این مواظبت ها رو از خودش داشته باشه با به حال توجه به این معارف نورانی که اولیای دین علیهم السلام به ما فرمودند. بزرگان ما زحمت کشیدند، روایات رو در ابواب مختلف جمع کردند. خب عده‌ای هم به صورت جامع بیان میکنند. ما به این صورت باید بریم آگاهی پیدا بکنیم و این موازینی در مسیر اصلاح رو فرا بگیریم. ابن جندب سل من قطعک. حضرت امام صادق علیه السلام در ادامه مواعظ دیگری رو بیان می فرمایند. بعضی از اوصاف انسان فرمودند این اوصاف قله است که انسان توجه داشته باشه، همتش رو بالا قرار بده. این دو سه تا سفارشی که حضرت می کنند از این قبیله. خب یکی از امور نکوهیده در بین هر حال خیشاوندان و سپس در بین مؤمنین قطع ارتباطه، که در بین خیشاوندان قطع رحم گفته میشه، در بین دوستان قطع دوستی، که معناش این است که شخص نمیخواد این ارتباطه باشه به هیچ نحو. معنای قطع اینه. گفتن انسان در مرحله اول برای به حال رسیدن به کمال باید این حالت رو داشته باشه. با یه عده‌ای به طور به حال لازم انسان یه ارتباطاتی داره دیگه. اول اعضای خانوادهش، پدر، مادر، برادر، تا به حال عمو، خاله، دایی و امثال اینها. در هر جامعه این ارتباطات برای مطلوبه. این ارتباطات مزایای زیادی داره، هم در اصلاح امور دنیایی و هم در شکلگیری عواطف انسانی و ایمانی. لذا صلاح انسان این است که هر دو جنبه رو انسان دارا بشه، هم در اصلاح امور مادیش، مبادلات هر حال امکانات، و هم اینکه این عواطف شکل بگیره، که نوعاً چنین دستورات نورانی دین اینها با هم دیگه است. کارهای عاطفی جدای از تأمین این امور مادی نوعا نیست. لذا فرمودن میخوای چیزی به کسی بدی، با منت نده. این منت موجب تنفر میشه.
جنبه های عاطفی به هر حال حفظ بشه، چون انسان در ابعاد مختلف باید رشد کنه. در همین ابعاد هم ما با خدا ارتباط داریم، ما هم ارتباط عاطفی با خدا داریم، خدا رؤوف و رحیم، هم ارتباط ظاهری رزاق. این رزق حالا به تعبیر اولیه اداره امور مادی مونه. این رزاقیت خدا با رأفتشه، با رحمتشه، با لطفشه. خب همون گونه که او این گونه به حال با بندگانش ارتباط داره، میخواد بندگان هم این گونه باشن، مخصوصا مؤمنی. مؤمن ارتباط اولیه‌اش با خداست، میخواد اون چیزی که خدا خواسته داشته باشه. لذا هم جنبه عقلانیت در این دستورات آمده، هم جنبه رشد این احساسات و عواطف، هم جنبه صلاح امور ظاهری. سلمن قطر. خب حالا در مرحله اول فرمودن تواصل داشته باشیم، منتها گاهی تو این ارتباطات یه ذهنیت هایی میاد، یه هواهای نفسانی هم میاد، این هم هست. یه چیزی بنده توقعی از شما دارم که برآورده نمیشه، میگه الله که برآورده نشد من دیگه بهش کاری ندارم، به تقاضاهاش دیگه کاری ندارم و همینطور. با اینکه اگر خوب دقت بشه این ذهنیت اصلا غلطه، سوء ظنه، مثلا مبتلای به اون گرفتاری هم شدم، بله. یا خودخواهی، گاهی این چنینه، خودخواهی موجب میشه که حالا این بنده خدا غفلت کرد این گونه با من برخورد کنه، من دیگه به جد میگیرم که او خواسته من اهانت بکنه و فلان و اینها، دیگه قطع میکنه. در خوبیه ها فرمودن انسان باید به طرف مقابل نگاه نکنه. ما عرض کردیم تو کسب فضائل، کسب فضائل مطلقه، شرطی نیست، مقید نیست. من این فضیلت رو دنبال بکنم اگر شما دنبال بکنید. اینطوری باشه دیگه هیچ وقت تحقق بدون میگه شما میگی من این رو وقتی عمل میکنم که شما، خب هی به هم دیگه پاس میدی. بعد یه جا شروع بشه انجام خوبی ها، همونطور که از خدا اول شروعه. اینا دقت کنیم، این بیانات که از روایات میگیریم، از همونطور که خدا شروع در خوبی ها میکنه، خواستن که مؤمن هم شروع بکنه. حالا چه طرف مقابلم با هم شروع بکنند یا نه، یکی او قطع میکنه، همونان شما قطع نکن. سل من قطع. و این خب خودش مسئله معضلیه برای انسان دیگه، انسان هم برای با توقعات زندگی میکنه دیگه. این توقعات هم عمدتا از خودخواهی ها سرچشمه میگیره. حالا طرف مقابل قطع کرده، خب من چرا ادامه بدم؟ او خودش نخواسته، خودش از قابلیت انداخته. توجیهاتم میکنیم. بله. نه، فرمودن البته تا یه حد داره دیگه. شما شروع بکن. حالا یه وقت دیگه او نخواست، اون بحث دیگه است.
عنوان متعارف، انسان این خوبی رو از خودش نشون بده، این حالت صله رو داشته باشه، حالت قطع در اون نیاد، در عملم ظهور پیدا نکنه. من به خلاصه آثار مطلوبش میرسم، او به آثار نامطلوبش میرسه. در پایان موسی بن جعفر علیه السلام، خب این اولیا مظهر همه این کمالات بودن، خودشون اول عمل میکردن بعد دستور میدادن. مصیبت این اولیا نه از بیگانه بود تنها، از خودی ها هم بود. گاهی پسر اموهاشون بنی هاشم، مخصوصا زمان امام حسین علیه السلام، از بنی الحسن فرزندان حال امام حسین علیه السلام، اینا خودشون رو برای خودشون بعضیشون جایگاهی قائل بودن که ما باید به هر حال مرجع باشیم. ازشون ارزی هم نداشتن، نه سوادی داشتن، نه، اما همین که منصوب به امام حسین علیه السلام بودن، ائمه حسین با اینا مماشات میکردن. به هر حال پسر عموی موسی بن جعفر علیه السلام آمد در دیدن ایشون، و بعد ایشون فرمود پسر عمو یه مقداری بهش داد، این تامین بشه، اینم خرج سفرت، خوب آبادش کرد و تعبیر. بعد فرمود در خون من شریک نشو. وقتی که از مجلس رفت، حضرت فرمود این میره اما در خون من هم شریک میشه. یه سره میاد بغداد و پیش هارون رشید ملعون و میگه توی به حال مملکت دو تا رهبر تو نشستی، موسی بن جعفر اونجا بهش پول میاد فلان. وقتی هم میاد اول راش نمیدادن، بعد التماس میکنه، این یه ذلت، یندگو فلانیه یه خبر خاصی، خبرش هم خب یه چیزی هارون برای خوش آمدگوییش داد و گرفت اومد. یه مرضی گرفت این بیچاره، به خونه نرسید، مرد. نه اون موهبت‌های موسی بن جعفر علیه السلام تونست استفاده نمونی. یعنی این چنینه، ماها اگر در اون مسیر حق قرار نگیریم، بله. بعد برزد از کردن آقا شما که میدونستی این طوریه، ارزم از نقل این روایت اینه، از اون ما صله خودمون رو انجام دادیم اما او قطع کرد. به هر حال هر کدوم به نتیجه خودشون میرسن، کسی که قاطع رحم است یا قاطع ارتباط با مؤمن است، هیچ حاضر نیست به هر حال از اون روشش دست برداره، این میاد من اشتباه کردم، از این چنینن، اینقدر بیگذشتن، میگه باشه حسابمون در قیامت. با اینم مال، اینم من میرم جبران، انسان اشتباه میکنه دیگه. به هر حال انسان عمدتا خودشون میسازه، این کلیت مسئله است که ما هرچی در جهات صلاح حرکت بکنیم به این گونه به سعادت میرسیم. سعادت یک وادی بسیار گسترده است، همونطور که شقاوت هم این چنینه. اما بعضی از فرزندان این ائمه اونچنان خاضع در برابر امام، اونچنان متصف به اوصاف حمیده،
علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، عموی امام رضا علیه السلام، وقتی امام جواد علیه السلام تو مسجد مدینه می آمد با تمام وجود نیست پیر من شاگردان با می سده شما عموی پدرش هستی. خب من به هر حال قابل نبودم که این مقام امامت به هم داده بشه، این چه فضیلتی داره. در این بین علی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با جار واسطه به امام حسن علیه السلام میرسه. دیروز روز رحلت این شخصیت با همه رنجها در انتساب به این خاندان و حمل علومشون از این مسئله دست بر نمی داشتن. با ترس آمد ری، مخفی بود و حالا سال گذشتی که اینها از این جنایتکاران بنی العباس حکومت عباسی داشتن، کمتر از جنایات بنی امیه نبودن. نزد امام هادی علیه السلام میاد، با اینکه از نظر سنی بزرگتر چند امام رو درک کرده، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، این اعتقادات من عرضه میکنه که ازت امضا کنن اصلاح کنن. از اما انت ولینا حقا، که حالا مشرف میشیم این عبارت اونجا آمده، اول ازت اینو بیان میکنه، تو ولی حقیقی ما هستی. تا وقتی که اونجا بود به زیارت طاهر ابن زین العابدین اموزای طاهر میره، حمزت ابن موسد کاظم علیه السلام میره. این ارتباطات رو باید داشت، لذا به چنین مقاماتی این ها میرسن. حضرت حمزه علیه السلام عموی پیغمبر است، جایگاهی داره، میاد حمایت از برادرزاده، در برابر ابو جهل میست، حیثیتش رو خرج میکنه تا پای جان، تا وقتی که ایشون بود جرأت نمیکردن به اون حضرت جسارتی بکنن. به هر حال این چنین انسان هر مقدار این حالتهای روحیش رو درست شکل بده به مقامات عالیه میرسه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، موضع الرساله. از همینجا دلامون و روانه قبرستان احد بکنی، اون شخصیتی که سید الشهدا نامیده شد، اون شخصیتی که وقتی شنید پیامبر اکرم صلوات الله علیه با تمام وجود محزون شدند، گریان شدند، وارد مدینه که شدند دیدند برای شهدای احد مجلس گرفتن، فرمودن عمو گریه کن ندارد، مجلس عزا براش گرفت. فاطمه زهرا سلام الله علیها می آمد سر قبر عمو جانش بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، بالای قبر حضرت حمزه سلام الله علیه گریه می کن. یه مصیبت بزرگی به هر حال بر
نبی اکرم مسلمین وارد شد، هند جگرخوار مادر معاویه لعنت الله علیهم اجمعین به امرش وحشی این شخصیت رو علاوه بر شهید کردن مصلح کرد. خبر رو به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله دادن، عزت عبای شریفشون رو دادند که روی بدن حمزه بیندازن، گفتن میخواد خواهر حمزه بیاد بدیشن. فرمودن صبر کنید تا نیامده بدنش پوشش پیدا کنه، بدنش رو بپوشانی. قد بلندی داشت، عبای پیغمبر صلوات الله علیه و آله کافی نبود برای پوشاندن بدنش، با شاخه های درخت روی پا. تا این خواهر میاد ججمش به بدن برادر نیفته. یه خواهرم روز کربلا اومد برای دیدن برادر، قربان این خواهر و برادر. از میان جمجیرها و نیزه ها که بدن رو بوشانده، یک وقت صدا اومد الیه الیه و خواهرم بیا پیش من. تو که دنبال گلت میگردی، گلی گم کردم، میجویم او را. به هر گل میرسم میبویم او را. بیا خواهرم گلت منم. جمشی شکزار و نیزه شکزار و کنار. و تعجب زد آزد اندخیم ابن والدی، یومن علا صدر المزدفا و یومن علا وجه الزرا. اگر دست ولایتی امام حسین علیه السلام به سینه خواهر نبود، نه تنها با دیدن بدن برادر بلکه با شنیدن شهادتش جان می‌داد. حسین جان، حسین جان، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام الغلب ینغلبون. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها و به حمزت سید شهدا علیه السلام فاجبنا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير.
خدایا محبت و معرفت خودت و اولیاءت را در قلوب ما روز افزون بگردان، توفیق درک معارف بلند اولیاءت، عمل سعی و کامل به آنها، نشر سعی و کامل آنها را تا آخر عمر به همه ما عنایت بفرما. خدایا لحظه ای در دنیا و برزخ و غباه ما را از اولیاءت جدا مفرما، در همه مشکلات بلخص مشکلات روحی و معنوی، موقع جان دادن، ورود به عالم برزخ و قیامت، اولیاءت را به فریادمون برسان. خدمت کنان به اولیاءت بلخص مقام معظم رهبری، تأیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام عنایت بفرما. خیانت کنندگان به اولیاءت و به اسلام و مسلمین و به خون مطهر شهدا و اهداف بلند امام و مقام معظم رهبری، اگر قابل هدایت نیستند بعد از رسوایی ریشه‌کن بفرما. اسلام و مسلمین، رزمندگان اسلام، شیعان در اقصا نقاط عالم به پیروزی عزتمندانه عاجلا نائل بفرما. دشمنانشان بالاخص آمریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب، انگلیس مکار و ازنابشون، وهابیت خبیث و داعشی‌های ملعون و فتنه‌گران و منافقین داخلی و خارجی، معاندین اسلام و مسلمین، خدایا ریشه‌کن بفرما. توطئه‌های شومشون رو به خودشون برگردان. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از اعوان و انصار خاصش قرار بده. زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. با آمادگیمون تعجیل در فرجش بفرما. خدایا آنچه خیر دنیا و آخرت است به دست مبارکش بر ما نازل بفرما، آنچه شر دنیا و آخرت است به دست مبارکش از ما دور بفرما، حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما. این انقلاب و رهبرش را متصل به انقلاب جهانی آن حضرت بفرما. مرزا معلولین، مجروحین انقلاب، ملتمسین دعا، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. انباد شهدا از صد عالم تا قیامت، بلخص امام امت، پدر و مادران و اساتید و زهوی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون با اولیاءت محشور بفرما. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی نهایتت با ما مدارا بفرما. من نبی و آله رحمت الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.